آقا رسما این ویدیو اولین ویدیو چنل ما راجع به نسخه بعدی بازی فیفا که اسمش عوض شده، خیلی چیزای دیگه توش عوض شده و الانی که دارم این ویدیو رو میگیرم اولین تریلر و اولین جزئیاتش هم اومده بیرون که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. دیگه چیزای دیگه مثل قیمت بازی و اینا رو هم راجع بهش صحبت میکنیم. پس بدون معطلی ویدیو رو میخوایم شروع کنیم. پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، لایک و کامنت و سابسکرایب هم که یادتون نره، و بریم ببینیم چه خبره. خب آقا امسال ما دیگه چیزی به اسم فیفا نداریم، به خاطر اینکه این فرانچایز بازی فیفا که کلی نسخه داشت، کلی طرفدار داشت، کلی اسم در کرده بود، یه جوری برند شده بود، دیگه از این به بعد اسمش فیفا نیست. سازنده بازی همون سازنده است، یعنی ای اسپورت، اما به خاطر اسم فیفا، خب میدونید دیگه فیفا اسم فدراسیون جهانی فوتباله که فدریشن آف فوتبال اینترنشنال اسوسییشنه اسمش، که مخففش میشه فیفا. و آره این اسم یه لایسنس بود، یعنی کمپانی ای ای به خاطر اینکه این اسم رو روی بازیش بذاره سالیانه پول میدادش به فدراسیون جهانی فوتبال، این لایسنس رو میخرید، این اسم رو میخرید. حالا این قرارداد به پایان رسیده و قراره که حالا خود فیفا، یعنی خود فدراسیون جهانی که الان رئیسش در حال حاضر اینفانتینوه، قراره با یه کمپانی دیگه، کمپانی 2K که بسکتبال میسازه، بازی 2K NBA فکر کنم یکی از معروف‌ترین بازی‌های ورزشیه دیگه که گرافیک خیلی خفنی هم داره، قراره که با اون مثلا اینکه قرارداد ببنده و به جای EA نسخه های بعدی فیفا رو اون بسازه، که حالا هیچ خبری ازش نیست فعلا و اگر هم همچین قضیه باشه از 2 سال دیگه یا 1 سال دیگه است. الان امسال همچین بازی وجود نداره. برمیگردیم به EA و جایی که حالا لایسنس رو از دست داده، اسم بازی تغییر پیدا کرده به EA FC 24، 2024 قراره بیادش و مال فصل 2024 دیگه. EA هم که EA اسپورت هم که اصلا اسم خود کمپانیه، و اون FC هم که خب مخفف فوتبال کلابه، که مثلا اول اسم خیلی باشگاه‌های بزرگی هم هست، که مثلا FC بارسلونا یعنی فوتبال کلاب بارسلونا، یا حالا خیلی چیزای دیگه، ولی خب FC به خاطر این. فعلا در حال حاضر گیم پلی هم ازش نیومده، که گیم پلی چند روز دیگه میادش که من بلافاصله بعد اونم ویدیو میذارم و اونم با هم بررسی میکنیم. اما الان نکته ای که هستش، با اخباری که لو رفته و تریلر اولیه که اومده بیرون، نشون میده که این اسم عوض شدنه فقط یه اسم ساده نیستش، کلن بازی خیلی قراره تغییر داشته باشه نسبت به نسخه فعلی که داریم بازی میکنیم، و این جذابه تا یه جاییش. حالا میریم با هم دیگه میبینیم، بهتون میگم که چرا میتونه بد باشه. بریم تریلر رو پس با هم دیگه ببینیم. این تریلر 1 دقیقه و 26 ثانیه اولین چیزیه که فعلا رسمی از طرف خود EA از EA FC 24 اومده بیرون. با هم دیگه پلی میکنیم، ولی از الان بگم که قراره 1000 بار استوب کنیم و نکته به نکته بریم جلو. میخواستم اول یه دور کامل ببینیم بعد نکته‌ای باشه، ولی گفتم چه کاریه، از اولش نکته‌ای بریم جلو. از شروع میکنیم با تریلر که خب فعلا حالا داره آمبیانس استادیوم رو نشون میده و میاد تو رخکن. بلافاصله میاد تو رخکن، فیس پپ گواردیولا که خب تو سال پیش و سالهای پیش هم بود، چیز جدیدی نیست ولی خب جذابه. اصلا همین اینایی که الان داره نشون میده، فقط پاز کرده قیافه موراتا گاد شده. این چیزایی که داره نشون میده، خودش یه نکته جالبی که داره، احتمال داره تو کاتسینایی که اضافه میشه کاتسین داخل رخکن هم باشه، یه نسخه بعدی بازی که نبوده تا الان. This is a whole different game. کوین دی بروینه، این داداشمون هم که این بازیکن بایر لورکوزنه، ریتس فکر کنم که معروفه، آیکون فیگو، وراتی، کیزا و موکوکو که الان دقیقاً اومده زیر تصویر من، که الان میتونید ببینیدش، این موکوکو. این تریلر و این رخکنی که توش بازیکن‌ها از تیم‌های مختلف با کیت‌های مختلف همشون دارن به حرف این یه مربی گوش میدن، نشون دهنده آلتیمیت تیم دیگه. این داره یه جورای بازی فانتزی که تو التیمیت تیم رو نشون میده، بازیکن‌ها تیم‌های مختلف همه رو جمع می‌کنید تو کلاب خودتون، ارنجشون می‌کنید و باهاشون بازی می‌کنید، که اصلا از سال پیش این قضیه رو استارت زده با سیستم کیمستری جدیدی که آورده. اینجوری بودش که دیگه شما دستتون بازتر، بازیکن‌های مختلف از لیگ‌های مختلف رو می‌تونید بازی بدین، که امسال جزء چیزایی که لیگ شده هستش که قرار می‌تونید مثلا شما یه بازیکن رو با کیمستری کامل بدون اینکه لینکی داشته باشه بازی بدین. مثالش رو بخوام بزنم، شما تیمتون کامل بازیکن‌های اسپانیایی لیگ اسپانیایی، یوهو میتونید امباپه رو با کیم کامل بازی بدین، با اینکه با هیچ کسی لینک نمیده. یه سری آپشنه که فعلا لیک شده و رسمی نیست، به خاطر همین بیشتر از این راجبش صحبت نمی‌کنم فعلا.
ادامه تریلر رو با هم دیگه ببینیم که چند تا بازیکن دیگه هم بودن، گوتسه و اینا بودن دیگه. بذاره بیاریم عقب. آره دیگه، این گوتسه است، گری انریه و اینم ریس جیمزه. و ادامه ماجرا دوباره. آها، این جایی که اون رخیان قبلی دیدیم همه مرد بودن، این رخیانی که اینجا میبینیم همه زنن. خب و حالا راجب همین خانومی هم که داره صحبت میکنه، این قراره به عنوان هیرو توی نسخه بعدی بیادش. یه بازیکنه مثل این که معروفیه، من نمیشناسم، حالا بازیکنه زن رو زیاد نمیشناسم، ولی زن ها توی آلتیمیت تیم بعدی هستن، با مردا یکی هم هستن، همه توی یه تیم هستن و زن ها هم آیکون و هیرو دارن جدا. این هم یه نکته یه که تا اینجا هستش. این هم یه رخیان دیگه که آقا زیدان داره صحبت میکنه، کاماوینگا و اینا هم بودن. اینجا دیدیم فندایک داره میره بیرون و بلینگام میاد تو. بعد جالب ترین چیزش اینه که ما تا الان 4 تا رخیان دیدیم، اونی که پپ صحبت میکرد، اونی که زنا بودن، اونی که زیدان بود و این رخیان چهارم، که همه رخیانا با هم فرق داشت و نشون میده که واقعا تو نسخه بعدی بازی رخیانای بازی هستش. و آره جو بلینگام اومد نشست و اینم فیس جدید آقا بکامه، خداییش پشم ریزونه، استایل مو، تتوهای کامل و آره آیکون دیوید بکام و زیدان دوتا آیکونایی هن که سفیرای ای ای به عنوان چیزن دیگه، سفیر ای ای اسپورت اف سی آیکونن. خب و این دوتا خیلی مهمن توی سال دیگه، پس حتما این نکته رو دقت کنید بهش که الان میبینید دیگه مثلا کلن بکام ریدیزاین شده فیسش، تتوهاش و همه چیزاش اضافه شده، خیلی هم خفن شده خداییش. و اینم سامانتا کره که بازیکن خیلی معروفیه، مال چلسیه، تیم زنان چلسی، که دیگه اینجا میبینید دیگه توی رخگن و راه رو زن و مرد کنار هم دیگه هن. و اینجا یه نکته جالب داره که اینم نکته خیلی جالبیه که این سینیه با قدی که داره کنار بنتکه وایساده، بنتکه بالای 180، این سینیه زیر 160 و این دوتا قدشون شبیه همه الان اینجا کنار هم وایسادن، در حالی که اگه بخوایم منطقش رو نگاه کنیم بنتکه باید اینجا باشه، این سینیه اینجا باشه. اینم خیلی جالبه از صحبت این دوتا، اینا نکات خیلی ریزیه که شاید نگاه اول و دوم و سوم کسی متوجه نشه، ولی من 10 بار این تریلر رو دیدم، بخاطر همینه که دارم راجع به صحبت میکنم. خیلی عجیبه واقعا اختلاف قد اینا. و اینم همون نکته ای که بهتون گفتم، ایشون مارتا اسمش، برزیلیه و از فوتبال بازنشسته شده، بازیکن زنیه که اون توپ طلای مخصوص زنا رو برده تا الان، بازیکن خیلی خفنیه و قراره که به عنوان آیکون باشه، آیکون زنا توی نسخه بعدی UFC، که میگم بازیکن خیلی خفنیه، یعنی اگه مثلا بخوام گیم پلیشو بگم چه جوری میشه، یه چی شبیه نیمار میشه دقیقاً، فکر کنم 5-5 هم باشه، اسکیل 5 که قطعا هست. و آره این بازیکنیه که به عنوان آیکون قراره باشه. و سون هیونیو مدیسون رو دیدیم، یه صحنه ریز از گیم پلی، یه فینس خوشگل از وینیسیوس و اینم رخ عقربی که هالند گرفته. به لباسش دقت کنید، تکون خوردن و لباس و اینا دیگه جز انیمیشن و فیزیکیه که یکم بهتر شده، امسال هم خوب بود خدایش، مثلا نها کنید لباسه چقدر شلو بله، اینم مکالیستره و باشگاهی که رونالدینیو داره رو پایی میزنه و بازیکن ها اومدن تو تیم، میبینید دیگه مثلا بازیکن زن و مرد اینجا کاملا دیگه توی تیمن. حالا شما استیله هالند با بازیکنی که فکر کنم مارتا باشه پشت سرش وایساده رو شما دیگه نگاه کنید دیگه، اختلاف قد و فیزیک و اینا چقدر زیاده و این خیلی عجیب غریبه، یعنی واقعا تو گیم پلی بعدی میتونه تاثیرگذار باشه. اینکه نمیدونم واقعا گیم پلی قراره چه جوری باشه، این دوتا بازیکن کنار هم توی یه زمین بازی بکنن چه شکلی میشه، اینو واقعا هیچ کی هنوز نمیدونه، ما هم چیزی راجبش نمیگیم و نمیگم خوبه و یا بده، واقعا مشخص نیست. چرا؟ چون EA اگه بخواد میتونه کاری بکنه، زنا انقدر تو بازی قوی باشن که همه تو تیمشون از 11 تا 9 تاشو زن بذارن. خب یا اگه بخواد زنا غیر قابل استفاده باشن، یه کاری میکنه که همون اولش واسه فان دوبار زنا رو استفاده بکنی، بعد دیگه مثل سال پیش یه تیم فول مرد بچینی. ولی خب میگم واقعا عجیب غریبه، واقعا عجیب غریب، اصلا شاید مثلا همچین چیزی باشه ولی تو فات چمپ نباشه، هیچی الان نیومده ازش بیرون و هیچی مشخص نیست. فقط تنها چیزی که میدونیم اینه که آلتیمیت تیم زنا و مردا جدا نیست. این نکته عجیب ولی جالبیه به نظر من.
خب میبینی که اختلاف قد و اینا خیلی زیاده، خیلی آمبیانس استادیوم و اینا که خفنه. و اینم عکس دست جمعی برعکس با هم دیگه، خیلی میبینید دیگه قشنگ یه مرد دوتا زن، دوباره مرد زن، همینجوری همه کنار هم دیگه هستن. یا حالا راجع به کاور صحبت میکنیم. Welcome to the club FC24. و اینجا همینجوری که نوشته گیم پلی، یعنی تریلری که مربوطه به گیم پلی، تاریخ 13 جولای میاد. الان که من دارم ویدیو رو واسه شما ضبط میکنم 11 جولایه، دو روز دیگه میاد که همون موقع اومد. تریلر رو همونجوری توی یه ویدیو میبینیم و ویدیوشو میذارم واسه. حالا به این راجع به تریلره یکم صحبت کنیم، صحبت که کردیم بیشتر صحبت کنیم. خب ببین، گفتم نکته ای که هستش اینه که زن و مرد قراره کنار هم دیگه باشن، این هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. خب اختلاف فیزیک و اختلاف قد و اینجور چیزا که قطعا زیاده و هست، به چشم میادش، ولی اینکه چه جوری باشه رو نمیدونم. بریم کاور التیمیت ادیشن رو واسهتون بیارم. این عکسی که الان شما دارین میبینید کاور نسخه التیمیت ادیشن FC24 که با هدف این که آقا همه رو به عنوان یک کلاب، یه فوتبال دوستانه که همه کنار هم دارن بازی میکنن، چون اومده معرفی بکنه دیگه. ما یه نفر دو نفر رو به عنوان شخصیتی که رو کاور قرار بگیره نداریم، 31 نفرن. عکس خودم رو میبرم ولی صحبت میکنم روش که شما کامل بتونید کاور رو با کیفیت بالا ببینید. و آره این کاوره که الان قیافه ها رو بخوایم بررسی بکنیم، مثلا بالا مارتا رو داریم، کنارش شاید باورتون نشه ولی رشفورده که قیافه عجیب غریبی واقعا داره. نمیدونم اگه تو گیم قراره اینجوری باشه که به نظرم گیمو ندن بهتره تا این قیافه. کنارش فولر پلاس، حالا قیافه اینا اوکیه، زیدان اوکیه، این شاید باورتون نشه ولی بوکایو ساکاه، اصلا شبیهش نیست. نمیدونم فیس امسالش که خیلی شبیهش بود، حالا تو این عکسه که به عنوان کاوره همه کلا یه حالت کارتونی مانند دارن. نمیدونم شبیه میمونه که مثلا اومده فیفا، هی میگم فیفا، FC24 اومده با سیمز داره همکاری میکنه، خیلی شبیه سیمز شده بازی. قیافه پیرلو رو نگاه کنید، پشماش ریخته انگار، چیه این آخه؟ یا اصلا عجیب ترین چیزش که کلی میم ازش در اومد قیافه رونالدینیوه، شبیه سی جی تو جی تی ایه، یاد نمیدونم اصلا، خیلی میم ازش هستش. این میمه رو من استوری هم کرده بودم، خیلی عجیب غریبه واقعا، ولی نمیدونم یکم یه جوریه. ولی خب فیس دیوید بکام با نهایت رزولوشن و نهایت دیتیل و همه چیش جذابه و خفنه. پایینم فیس جدیدی که امسال تو بازی نبود و تازه اضافه شده انزو رو میبینیم، انزو فرناندز چلسی، که نات بده فیسش، قیافه خود انزو یکم خشنتره نسبت به اینی که اینجا هست ولی نات بده. و بذار من دوباره بیام. آره این کاور بود و شخصیت‌های کاور که میگم اگه بخوایم فیس‌ها و اینجور چیزها رو از اینجا قضاوت بکنیم کلی حرف واسه گفتن هستش، ولی اون چیزی که ما تو تریلر دیدیم، تریلر یه دقیقه و نیمه، اوکی بود. فیس هالند و اینا مثلا اوکی بود، رونالدینیو اونجا نشسته بود و زمین رو پای می‌زد، اوکی بود، جبی این عکس نبود. ولی خب این عکس خیلی خیلی حرفا داره واقعا، و نمیدونم نسبت به این پس من قضاوت فعلا نمیکنم، نسبت به تریلر قضاوت میکنم که خوب بود، همه چیز اوکی بود. و آره این بودش فعلا جزئیاتی که خود ای رسما از بازی داده بیرون. حالا یکی دو موردی که لیک شدن هم راجع به صحبت کنیم و ویدیو رو تموم کنیم. یکی از چیزایی که لیک شده راجع به نسخه جدید بازی FC24 قیمت بالاتری داره و $10 قیمتش بالاتره روی همه ورژن ها. و خب دوباره هم واسه کنسول های نسل 8 میاد هم نسل 9، ولی نسل 9 و پی سی از قابلیت هایپر موشن وی میتونن استفاده بکنن که هایپر موشن خیلی بهتر شده، خیلی جدی‌تر شده. حالا من اینو راجبش نمیخوام صحبت بکنم و فعلا بحثش رو باز کنم، چون چیزیه که تو اون گیم پلی که از تریلر بازی میاد قراره راجب هایپر موشن جایی صحبت بکنم، ولی در این حد بهتون بگم که 9 میلیون و خورده ای انیمیشن از بازیکن‌ها ضبط شده بود و توی فیفا 23 استفاده شده بود، که این عدد واسه FC24 نزدیک 500 میلیون شده. 9 میلیون رسیده به 500 میلیون، یه چیز عجیب غریبیه و این میتونه بازی رو خیلی خیلی طبیعی بکنه یا خیلی فانتزی و عجیب غریب بکنه. واقعا میتونه خوب باشه یا بد باشه که فعلا راجبش صحبت نمیکنم، توی تریلر گیم پلی بررسیش میکنیم اینو. ولی همون ماجرای قیمت بود که قیمت نسخه التیمیت ادیشن قرار $110 باشه،
چیزی که لیک شده 110 دلاره و قیمت نسخه عادیش هم 70 دلاره فکر کنم یا 80، ولی فکر کنم 70 بودش. و آره هایپر موشن و اینا هم واسه نسل جدیده، نسل قدیم هیچ فرق خاصی نمیکنه، فقط فیس های جدید و کیت جدید و اینا بهش اضافه میشه. و ویدیو رو تمامش میکنین دیگه، نمیخوام خیلی بیشتر از این طولانی بشه. این اولین ویدیوی چنل از FT24 بود. و ببین من یه دغدغه‌ای دارم الان، شمایی که ویدیو رو تا آخر دیدین، تا اینجا دیدین، اینو واسم تو کامنت ها بنویسین، به این پیشنهاد بدین که بعد از اومدن FC24 اسم چنل رو من چیکار کنم. الان اسم چنلم دنی پینکمن فیفاه، چیکار کنم؟ یعنی پینکمن FC خوبه به نظرتون یا نمیدونم؟ اسم چنل به نظر خودم که همین بمونه، حالا دیگه محتوامون عوض میشه و واقعا نمیدونم اینو چیکارش کنیم. تو کامنت ها پیشنهاد بدین دنی پینکمن FC کنیم یا دنی پینکمن فیفا بمونه. اینو حتما واسه من بنویسین و نظری چیزی هم راجع به FC24 دارین تو کامنت ها بگین. و منتظر ویدیو بعدی FC24 باشین. کماکان لابلای اینا هنوز هم از فیفا 23 پک اوپنینگ داریم، خیالتون راحت باشه. کریر منیر هم اوکیه میذارم. و همین دیگه، مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین، امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه. اسم من دنی پینکمن و تا ویدیو بعد فعلا.